گفتم یه اراز توضیح میدادم دو ویدیوی قبلی، گفتم خودش کانترم داره. نگاه کن، من بیام اینجا یه ردیف ایجاد کنم، اینو یه تقسیم کنم به چند تا که بتونم بذارم. من یادم این شمارنده داشت، نگاه کنید خود اینم اینا شمارنده، نگاه کنید شما میتونید اینجا رو شمارنده کلیک کنید، میگه مقدار تا یک مقدار من نه مثلا 99 رنگ اصلی پوست و اینا ذخیره. من پیشنمایش رو میزنم، ببینید اگه شمارنده رو فکر کنم با اینجا شمار کنه بندازه. یعنی داره میشمار، نگاه کنه به پروژه کامل شده، نوشتم اینجا 99 شد، داشت میشمار. ببینید یه بارم اجرا کنم، خب این هم از بحث چیه ما دریا میشه با این شکل چیه. گفتم بذار بهتون بگم شمارنده گذاشت، یه دکمه، دکمه فکرم زرسی قبل هم گذاشتیم، میخوای یه دکمه بذارید اینجا. خب میگم مثلا تو این قسمت اینجا میخوای یه دکمه بذار، میاد اینجا. خب دکمه های باتن ها بذارم بنویسم، دکمه نه ها دو دکمه کلیک، دکمه تنظیم اشتباه زدم، خب یکی رو بنویسم. خب دکمه اینجا می نویسید مثلا برو به صفحه مثلا 3 بفرض، مثلا انتخاب یو آر ال سرکی میگم آقا برو قسمت مثلا صفحه اصلی اختصاصی، یا لینکی رو بهتون بدیم. خب مکان فلان باشه، خب میگه فونت داشته باشه، به فرض برم مثلا میگم آقا ادو بیار، خب یا اینسرت. اگه کدش رو دونستید که ندونستید مثل من مثل اپل بیار به فرض برم مثل. یه اپل بزنم ثبت تغییرات. خب بعد اینه نگاه کن چقدر یه حالت یه کلید گذاشت، نگاه کن چقدر کلید قشنگ عکس میتونه، و این داره رنگ رو از اون تهبندی برمیداره، تهبند حساب میتونه ازش یه دکمه بذارید. این شد چی بحث دکمه اینا. یا مثلا به فرض برمیسن میخواید اینجا بیارید، بیا بکم بیم از ووکامرس بهتون بگم دیگه، به روی نمونه کارهای مقدار با هم چیکار کنیم. خب شمارنده رو گفتم و دکمه ها رو گفتم بهتون. بعد نگاه کنید یه حالتی هم داشت زیفایه اینجا، نگاه کنید زیفایه خیلی قالب قدرتمندیه. شما میتونید تو زیفایه واسه هر صفحتون هم فوتر بذارید هم هدری توی هر صفحه توی این رای میسید، اجازه میده شما واسه هر برگتون هم فوتر مجزا داشته باشید هم سربرگ مجزا. همه قالب های اینطوری نیستن ها، این پلازا امپلازا و زیفای اینطوری هستن که شما میتونید واسه هر صفحتون جداگانه یه دونه چی اضافه کنید، هدر اضافه کنید یا فوتر. اما ببین اگر بخواد فوتر خودتون طراحی کنید از کجا باید برید؟ مثلا من میام الان یکی از قدرت‌های امکانات چیزی اینه، نگاه کنید من فکر کنم اینجا بود فوتر، میگه اضافه کردم فوتر جدید، نگاه اینجا نمیشه فوتر جدید اضافه هم بگو که صفحه ببین. این خوبیش اینه همه گارب چطوری بهتون بگم، همه تما اجازه نمیده شما فوترش رو بیارید اینجا اینطوری. ببین با ویژوال کامپوزر توش چیکار کنید، مثلا یه چیزی رو طراحی کنید، در حالی که خوبی تم قالب زفایه اینه که اجازه میده شما فوترتون هم خودتون چیکار کنید. ببین شما اضافه کردن و مثلا ببینید مثلا من یه نرکی از اینا سیو کرده بودم جای سیو گپ دیگه نکنم، یه قالب آماده که خود میتونید خودتون هم طراحی کنید. اینو بزنید مثل صفحه مثلا به فرض بگو که 13، اینو چیکار کنید به روز رسانه بزنید
من برو که فعلا شد اضافه شد. یا میدونم من هدر سایت ببینید، ببخش من اینجا هدر سایت رو بزنم. خب به افزودن سربگ هر فوتر میتونید اضافه کنید، بهش من هدر سایت هم طراحی کنید. این خیلی مهمه که زیفای اجازه میده شما در طراحی های هدر های سایتتون از ابزارهای چی این مثلا بذاریم، مثلا این انواع ببینید سربرگ ها رو میتونید برای سایت خودتون چکار کنید، مثلا یه گارپاتون رو به فرض انواع خودش امکانات رو ببینید براتون میاره. نگاه کن اینا رو داره، مثلا گارپای سربرگ این تم خودش یه سری گارپا رو داره، مثلا میگم میخوام اینو انتخاب کنم، اینو انتخاب میکنی و میتونی به نیاز خودت بیای هر کدوم از اینا رو چیکار کنی، کاستومایز کنی، عناصر بهش اضافه کنی، مثلا تغییر دادن میزنم، مثلا اینو انتخاب میکنم، تغییر زمینه میزنم، بیا اینجا میام یه به فهم میگه چی میخوای اضافه کنم، میگم یه متن میخوام اضافه کنم، میگم متن چی باشه، میگم مثلا همین سام تکست بمونه به فرض، ذخیره تغییرات میکنم، اسمش آورد چی؟ سربرگ سه. خب خوبیش اینه که شما هم میتونید مثلا تو این صفحه‌ای که داشتیم روش کار میکردیم بیاید اینجا، بذار من اینو بکنم با برم بیرون بیام چه نشون بده، چون اینجا نشون نمیده. ببینید توی سربرگ ها سربرگ نشون ندن، اما این سربرگ سه که الان طراحی کردم نگاه کنید، این سربرگ سه ما ذخیره کردم. الان بریم توی زیفایر تو هدر های سایت، ببین سربرگ سه رو دارم. اگر من بزنم ببندم صفحه دیگه درست کنم، برگه ها افزودن جدید، بیاید اینجا مثلا مثل تست صفحه مثلا تست سه بیاشگر پیشرفته رو بزنی، هم بیاید تو این قسمت تو سربرگه ببینید سربرگ سه من آورد. میگه میتونید باسه این صفحه نگاه کنید، اگر پیشنمایش دیگه واسه این صفحه این سربرگ من نشون میده. و این خیلی مهم ما به سربرگ و هده و فوته بالا و پایین سایت داره هیچی میشن، تکرار میشن، خب من هیچی نذاشتم این سربرگ هم میشون. یعنی فوتری که میبینین اینجا نگاه کنید، این فوتری رو که میبینین درش نکردم توی صفحه من، این ببین فوتر اینه، یا مثلا من میزنم آه مثلا فوتر ببین صفحه بروک 13 گذاشته بودم، فوتر طراحی کرده بودم، اینو انتخاب میکنم. ببینید پیشنمایش میزنم الان. شما میتونید در قالب زفایه واسه هر صفحتون ببینید مثلا اینو من درست کردم دیگه، بعد گذاشته می نوشته، میتونید هر هدر و فوتری رو خواستی ببینید، هر فوتر و هدر رو که جداگانه میتونید واسه هر صفحتون چیه طراحی کنید، و یا یکیش رو طراحی کنید بذارید پیشواز و همه صفحاتتون چی بشه تکرار بشه. پس میشه با قالب زفایه امپرزا اوورد برای هر صفحه یه هدر فوتر جداگانه گذاشت، یا میشه یه هدر فوتر رو واسه همه صفحات چیکار کرد تکرار کرد، اون مونده به نیاز خود شما. خب این از این، مثلا من این صفحه رو درست کردم، یه هدر گذاشتیم یه فوتر گذاشتیم، میخوام محصولاتی نم بیارم براش نشون بدم، ببین این ویژوال کامپوزیت چقدر قدرتمنده، میخوام صفحات فروشگاه، چون رو کامرس رو به شما دست ندادن، بدون دست خواهم داد رو کامرس رو، یک فروشگاه ساز هست، یه افزون هستش که بعد درست کردن فروشگاه استفاده میشه. اما ببین من افزون نگمانو میزنم، بیا تو قسمت ووکامرس و میگه چی رو میخواین نشون بده، ببینید نمایش چندم محصول با استفاده از اینو بزنید، میگه تو هر ردیف چند تا محصول نشون بدم، بذار بیاره، میگه چهار ستون باشه اون عناوین رو نشون بده، اینا ذخیره تغییرات درسته. خب به من اینجا بخش من یادم افتاد یه ردیف باید درست میکنی، افزودن نگمان یادم، اول یه ردیف باید اضافه کنید، بعد که ردیف اضافه کردید بیاید اینجا مثلا بگید در تک ستونه باشه به اضافه ووکامرس محصولات ذخیره تره. تمام ببینید پیشنمایش، دقت کنید یه سری همه در محصولات ما، ببین من فروشگاه هم پیرهن مردانه تیشه دستگاه محصولات اسم ببین داره به سر محصولات اما به ترتیب میاد که میتونم روشون کلیک کنم و افزودن به سبد خرید اتفاق بیفته. به راحتی میتونید تعداد اینا رو چقدر نشون بده، دقت کنید از اینجا میتونید اگر بهش نگید همه محصولات رو داره نشون میکنه نشون میده اینجا، اما اگر خودتون خواستید یه اینتر کنید اینجا مثلا لیست محصول، بذار من اینجا باید تایپ کنید، بذار من
پیرهن بود، پیراهن، یعنی داره جستجو میکنه. آقا مثلا کدوم پیراهن رو میخوای بهش اضافه کنی؟ بذار من به شما برم یکم بزرگش کنم ببینید. میگه پیراهن، نگاه کنید، پیراهن مثلا پیراهن آقا، میگم یه پیراهن اضافه کرد. بعد میگم مثلا سی دی، محصولاتمون چیا بودن؟ صرف کنم نگاه کنم، پیراهن گوشی، مثلا گوشی، گوشی من گوشی مثلا. اگر که مثلا یا میتونه خودتو محصولات رو بزنید همشون نشون بده، یا میتونه بزنید یه سری محصولاتی که من میگم اون نمایش بده. به راحتی میتونید چیکار کنید؟ یه جدولی درست کردید و توی صفحه محصولاتتون نشون داد، بدون اینکه یه قدم کد بنویسید. میتونید همه محصولات، میگفتم این محصولات رو برام چیکار کن، اینجا نشون بده. این چند تا محصول نشون میداد. یا لازمه به فرض یه ردیف ایجاد میکنید، بعد میگید آقا این ردیف رو مثلا بشکن به مثلا سه تا ردیف، بعد میای تو هر ردیف میگی آقا مثلا تو ارمان های نوشته شده، بخش توی ووکامرس مثلا، میگه تو ووکامرس بیاد چی نشون بده، یه نمایش محصول یکتا. خب روش کلیک میکنید، میگه یه محصول رو میخوام نشون بده. ببینه آیدی شناسه مثلا میزنم مثلا پیراهن، بزن داره جست وجو میکنم، میگم اینو بیا اینجا چیکار کن نمایش بده. ببینیم پیش نمایش بگیرم الان، الان میاد اون یه دونه محصول چیکار میکنه اینجا ببینید، برام نشون داد و افسانس همش هم میشه تنظیم کرده، نوشته و فونتاش. من فقط میخوام کوریات ببینید. شما میتونید با ویژوال کامپوزیت هر کاری بکنید. دیدید بزن ابزارهای ووکامرس هم میتونید توش چیکار کنید، توش استفاده کنید. اینم شده از بحث این که چطوری میشه توی ببینید همش رو با خودتون بیارید تو صفحه ارمان ها رو بزنید، تستش کنید، نتیجهش رو ببینیم. آروم ها کار کردم با ایمان ها یاد، من اونایی که مهم بودن و براتون چیکار کردم تا جایی که میتونستم و بلد بودم بهتون توضیح دادم. خب بعد بقیه قسمت بعدی بریم یه مقدارم روی این خود هر گاره به معروفی رو بخواید، خودش یه سری نمونه کارها داره که نمونه کارها خیلی کمکتون میکنه که یاد بگیرید چطور اینا رو با هم ترکیب کنید. برم یه کمی نمونه کارهای زیفای رو بهتون نشون بدم چقدر نمونه کار داره.